سلام برمگی، من مینام، خوش اومدید به یکی دیگه ولاگای من. ایشالله که هر جا هستید حالتون خوب باشه، لبتون خندون باشه. بچه ما امروز زن و مهم ببندم. امروز یه مهمون داریم، مهمون عزیز داریم، در واقع یکی از خواهرزاده های سامیه، اون بالای سوئد درس میخونه، حالا اومده که تعطیلات پسک اینجا یه سری هم به ما بزنه. خیلی خوشحال شدیم. بعد دارم غذا درست میکنم که نهارم نگرش داریم. بعد بذار نشونتون بدم، من مرغ پختم و هویجم با کره سرخ کردم، زرشک و زعفرون و یه دو سه تا ملاقم آب مرغ ریختم توش، بعد تف دادم. اونجوری رنگ زرشکمون قرمز میمونه. بعدی زرشکو اگه خالی با روغن تف بدیم رنگش تیره میشه. بعد الان یه ذرم خلال پسته اینا بهش اضافه میکنم، کم شاید دوست نداشته باشن. بعد برنج آب کش میکنم و اینا میریزم روش. لابلاش بریز آدم بذاره رنگش، رنگ زرشکش میره انگار. اینم که مراتب بیوپولو با گوشته کوچولو کوچولو درست کردم. اینجا هم که برنج رو خیس کردم و دیگه سالاد اینا درست کنم کار ندارم. نور باشه. نور باشه. باش. نور دار. So we have Xcode is taking a whopping to use it that much. By the way, if you don't know what Xcode is, the actual So Xcode that you talk about. So you need to get rid of that. Well, this is very easy. برنجا آب کش کردم، این تو لوبیا پلو رو میخوام دم کنم. این تو هم که برنج سفید، برنج لوبیا پلو رو همیشه حواستون باشه که کمتر بجوشونید. برنج لوبیا پلو باید زنده برداشته شه، مخصوصا اینکه با گوشت تیکه یادم درست میکنه یه مقدار سسش چینگن آبش بیشتره همیشه. کوچولو خیلی کم دارچین میزم روش. یکم زعفرون. سس نه آب بندازه کافی داشت، بخاطر همین، فقط بخاطر اینکه دمش بزنه بالا. میبینی خیلی کم آب میریزم روش. زیرش هم تقریبا زیاد میکنم تا بخارش بزنه بالا. بعد سری کم کنیم تا نسوزه. Thank you.
خب غذام آماده شد دیگه، الان باید بریم مهمون رو صدا کنیم که دیگه بیایم غذا رو بخوریم. همونجور که میبینید من توی این لوکال هستم، این لوکالی که من هر یک شنبه میام. الان چند ماهی شروع کردم، شاید یه سال بشه. اول با آموزش نقاشی سیاه قلم شروع کردم، اینجا هفته یه بار میامدم و با یه گروهی درس میدادم. بعد آموزش خمیر فیلمول بودش که خیلی طرفدار زیاد داشتش، سریع پر شد اون تایمی که گذاشته بودن که بیان ثبت نام کنن. بعد الان در این که اون هستش، دو تا کورس دیگه هم هستش واسه همین نقاشی. یعنی من روزای جمعه هم پره. اول از همه کلاس نقاشی دارم، بعد یک ساعت و نیمه پشت سرش کلاس فیلمو رو دارم، دوباره پشت سرش دوباره یه کلاس نقاشی دیگه هستش. به خاطر این همه یک شنبه گذاشتم، چون من تمام هفتم رو کلاس میرم، یعنی وقتا فوله. اینا خواستن تقسیم کنن و بین روزهای هفته، ولی خب من همه رو یک شنبه قبول کردم که اینجوری برام بهتر دیگه، حداقل کار دیگه ای ندارم. اینی که کارامو میکنم، برنامه‌ریزیامو میکنم، مثلا غذا بچه‌ها رو اینا رو آماده میکنم و میام اینجا. بذارید بهتون نشون بدم. اینجا اون لوکالیه که قبلا هم حالا نشونتون داده بودم. اینجا فقط کلاس نقاشی و با همین فیلم و اینا نیستش. مثلا اینجا تمرین ورزش هستش، نمیدونم ایروبیک کار میکنن یا اینکه یوگا و ایناشو نمیدونم. بعد رقص هستش، میبینید یه سری کفش و اینجور چیزا هست. آشپزخونه داره اینجا، ماتلاگنینگ بهش میگن، همون آشپزی هم فکر میکنم داشته باشه چون یخچالش پر از مواد غذاییه تو کابینتاش. بعد میز چیز داره، تنیس اگه اشتباه نکنم، میز تنیس هستش اینجا که من فیلمو رو روی همین رومیزی پهن میکنیم.
اگه باشه رو همین آماده میکنم. من یکم زودتر اومدم وسایل رو آماده کردم که وقت گیر نباشه. میبینید اینا رو گذاشتم اینجا فعلا، بعد به هر کی یه دونه این زیر دستی ها میدیم. اینا هم چیزایی که سری قبل درست کردن که میرن من میذارم تو فر، دفعه بعد میام بهشون میدم. گلای روزه. بعد میرسیم این قسمت. این قسمت هم رو میزی و اینا رو گذاشتم که الان قراره آموزش نقاشیمون شروع شه. میخوام با کشیدن پر بهشون شروع کنم، به خاطر اینکه خطوط توی نقاشی خیلی مهمه، نقاشی سیاه قلم. بعد پرم یه چیزیه که خطای زیادی داره، یه جور تمرینه برای اینکه بتونن بعدن چیزای بهتری بکشن. بعد دیگه یه سری کلمات جدید و اینا رو نوت برداری میکنم، آماده میکنم که یه وقت کلمه کم نیارم. بعد دیگه الان هم منتظرم که یواش یواش بیان دیگه. بچه من برگشتم از کلاس، بعد همیشه چون روز تعطیلی یک شنبه است اینجا، یک شنبه ها شنبه یک شنبه اتوبوس اینجا خیلی دیر به دیرتر از روزهای معمولی مثلا حرکت میکنه و میادش. خلاصه از شانس من از در اونجا اومدم بیرون، اتوبوس سریع اومدش، سوار شدم. مالا بگین چی شد، فر رو یادم رفته بود خاموش کنم، چون اونجا مثلا برای همین فیمولرهای فر استفاده میکنیم. بعد حالا شانس من اینه که هر دفعه که کلاس های فیما دمون میشه بعد اون نقاشی شروع میشه چیزه، بعد من این اون چیزهایی که بقیه مثلا اونو درست کردن رو میذارم تو فر، بعد از 20 دقیقه در میارم آماده میکنم میذارم که نه دفعه بعد بهشون میدم. ولی چون این آخرین جلسه فیما لرا بود دیگه برده بودم اونا با خودشون، من فقط مال خودم رو گذاشته بودم که هیچی دیگه، دوباره مجبور شدم از اتوبوس پیاده شم و برم فر رو خاموش کنم چون خطرناک بود. خیلی خراب نشد اون چیزی که درست کردم، به ذره رنگش فقط تغییر کرد. خلاصه هیچی دیگه، الان برگشتم. سلام به روی ماهتون. سلام گلم، خوبی؟ دلم تنشیده بود برا تو. سلام به روی ماهتون. چی داری میخوری؟ ننه گذاشتیم بگنه تو خیلی خاموشه. چی کار دارن؟ خونه درست کردی؟ آره. داری؟ نه بینستر میکشیم آوری. نه نمیبینه خونه تونو نیگه. سلام، منم بچه بودم همش خونه درست میکردم با چادر مامو لیلا پشتی گیره با بالش. آره. خدا میتونه تلفنم بیاد تو خونه تون؟ نه خدا من پیدم همه درم ارسکم اینجاست، همه تیماجیک سامیار نور بگن خیلی خاموشه. با نقاشی به خواه اجاز نده فیلم بگیم. آره دوبار بیا. چه خونه بزرگی دارین؟ آشپز خونه تون کجاست؟ هیچ جا. اه دومدی بیرون؟ نه بخوام
من رفتم بخوابم دیگه. بخواب. شب بخیر. و خودتون جمع کنید.